سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و گفتگوی سیاسی هفته با ابراهیم آوخ هستیم. درود بر تو ابراهیم جان. درود بر شما علی عزیز و همچنین درود به بینندگان گرامی. در کشوری که رکورد اعدام ها رو در جهان داره و دارها هرگز در 43 سال گذشته شکسته نشده و دیوارهای سوراخ شده از دیوار شدگان همچنان فریاد اعتراض خانواده ها و داد و داغ اونها رو و سیاهی لباس هاشون رو هرگز فراموش نمی کنه، در این کشور شاهد 3 روز تجمع اعتراضی خانواده ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام در مقابل زندان قزلحصار و زندان مرکزی کرج هستیم. مردان و زنان و خانواده ها، کودکانی که پلاکارد به دست اعدام نه اعدام نکنید، در راستای تلاش هایی قرار گرفتند که در 43 سال گذشته بسیارانی فریاد زدند. توییترها و طوفان‌های توییتری اینک به خیابان سرازیر شده و صدای نه به اعدام و شکستن ماشین قتل و جنایت حکومتی در مقابل مردمان ما آلترناتیو زندگی رو فریاد می‌کنه. و این در شرایطیه که دولت اسلامی مسئله اعدام 2 همجنسگرا رو در دستور خودش قرار داده، کسانی که میخوان مالک تن و زندگی خودشون باشن و حکومت اسلامی و دستگاه قضا و سرکوبش این رو نمیتونه برتابه. شما چه ارزیابی از این موقعیت دارید، خصوصا از تجمع اعتراضی و اعتراضی خانواده ها از جایی که به اصطلاح خیابان توییتر طوفان‌های توییتری به خیابان کشیده میشه و آرزوی طوفان‌های خیابانی رو ما شاهد هستیم. حضور خانواده‌های اعدامیان در واقع جلو دادگستری که همطور که به درستی اشاره کردی در سومین روز خودش هستش، یه تحول جدیدی هست در مبارزه علیه اعدام. سال هاست که نیروهای سیاسی و به اصطلاح روشنفکران جامعه علیه اعدام مبارزه کردن، فریاد زدن و اعدام رو به عنوان یک حکم ضد انسانی رد کردن. و سال هاست که بسیاری از خانواده ها با گذشتن از به اصطلاح حق خون، در واقع اولیای دم، با گذشتن از حق تقاص درایت خودشون نشون دادن و مخالفت خودشون به نوعی با اعدام اعلام کردن. اما این بار وقتی که مسئله اینطوری میشه که میان مردم تو خیابون، حالا هر چقدر هر تعداد محدود، اما آغاز یک به اصطلاح چیز بزرگی هست که مبارزه علیه اعدام در درون جامعه باید نهادی بشه. جمهوری اسلامی به نسبت جمعیتش، به نسبت خودش، در واقع رتبه اول در اعدام. از زمان روی کار آمدن آیت الله قتل عام آقای رئیسی تا به امروز روز به روز گسترش پیدا کرده تعداد اعدام ها. در 6 ماه گذشته حداقل روزانه 1 نفر تیربارون شده، کشته شده. اگر در گذشته بیشترین اعدام ها نیروهای سیاسی بودن، الان برای ایجاد رعب در جامعه، البته همیشه زندانیان عادی رو میکشتن، ولی به این شکل گسترده، به این صورتی که الان میبینیم در کردستان، در سیستان و بلوچستان مردم رو دارن به گوله میبندن، مردم رو دارن تیربارون میکنن و در واقع جرمهاشون هم همون قتل عمد و مواد مخدر و سرقت مسلحانه و عنوان میکنن
ولی حتی با حالا تعبیرهای مختلف خودشون، این بار در واقع یه جو جدیدی هست. همون تز همیشگیشون که عرب و به نصر، از اونجایی که وضعیتشون لرزانه، اوضاع به اصطلاح سیاسی اقتصادی اجتماعیشون زیر پایشون در واقع خالی هست، اینا برای اینکه بتونن خودشون نگه دارن سرکوب و گسترش میدن. شما توجه بفرمایید که آموزشکده عالی دفاع یه متنی منتشر کرده، آماری رو داده که تو اون آمار گفته که 75% از مردم در آستانه اعتراض هستن. این رقمی نیست که من و شما بگیم به عنوان اپوزیسیون، به عنوان نیروهای برانداز. این یک آموزشکده به اصطلاح ارتشی داره این حرفو میزنه. حالا اون میگه 75%، ولی تو جامعه عیان هست که خیلی گسترده‌تر از این و عمیق‌تر از این. اگر این میگه در آستانه اعتراض هستن، مقصودش اینه که اگر حرکتی شروع بشه اینا آماده هستن که بپیوندن. در یک همچوب وضعیتی رژیمی که نمیتونه پاسخ بده به نیازهای مردم، به سفره‌های خالی مردم، به مسئله برابری و آزادی و و و و، تنها راهی که داره نشستن بر سرنیز است. چون در گذشته بارها تونسه از طریق سرنیزه خودش نگه داره، در این رابطه هم شروع کرده این کار رو کردن و به همین دلیل که مثلا چند روز گذشته 14 نفر تو زندان ها از مردم عادی، از زندانی عادی اعدام کرده. میشه 100 نفر الان زیر اعدام هستن از زندانی عادی. مسئله لغو اعدام در اکثر کشورهای جهان الان فریاد زده شده و به تصویب رسیده و جزء قانون هست. بشریت مترقی سال هاست که علیه اعدام مبارزه کرده و امروز در خیلی از کشورها به ثمر نشسته. اما در جامعه ما رژیم واقعا بی خود نیست که میگن رژیم مرگ و جنایت اسلامی. هر روز ما شاهد چنین جنایتی هستیم. اعدام یک قتل دولتی است با برنامه ریزی دولتی، در حالی که در کشورهای دیگه حالا به عناوین مختلف در خیلی جاها جرم‌های مشابه این زندان دارن، بازسازی دارن، انسان‌ها میتونن بازسازی بشن و و و و. ولی جمهوری اسلامی تنها یک چیز بلده: اعدام، اعدام و اعدام. از سال 60، از قبل از 60، از آغاز حرکتش ما اینو دیدیم. از پشت بام‌های مرسی رفاه تا به امروز ما داریم می‌بینیم اعدام‌ها رو. چه زندانیان سیاسی، چه زندانیان عادی. اینجاست که همگی باید هم صدا بشیم علیه اعدام. شعار نه به اعدام نه تنها با عنوان صرفا در توییترها و اینستاگرام ها و غیر ذالک، بلکه دقیقا مثل همین خانواده ها که اومدن تو خیابون، کف خیابون ها باید این شعار بره بالا. این که امروز تعدادشون محدوده عرض کردم مهم نیست. خانواده های خاوران، مادران خاوران روزی که حرکت کردن مگه چند نفر بودن در آغاز؟ امروز اما مسئله دادخواهی سراسر جامعه ایران در واقع فرا گرفته. امروز مردم هم فریاد میزنن به چی جرمی بچه ها رو اعدام کردیم؟ چرا؟ حتی استدعا در درون خود حکومت هم کشیده شده که به اختلافات درونشون. امروز هم این خانواده ها که حرکت کردن، اینه که اهمیت ویژه داره. این آغاز حرکت بزرگ علیه اعدام در درون جامعه ماست. منتها جمهوری اسلامی یک سیاست ویژه‌ای در این مقطع مشخص داره به کار میبره. اساس هدفی که داره، هدف این سرکوب هم یک چیزی بیشتر نیست. میخواد که به اصطلاح زنجیرهای که در حال به هم پیوستن بود تو جامعه اینو بکسله و تمام تلاشش که این گسستن این زنجیرهایی که میرفت که پیوسته بشه
میخواد اینو گسسته بکنه. به همین خاطر که وقتی نگاه میکنی میبینی از همه طرف داره چیز میکنه. شما به درستی اشاره کردی، زهرا صدیقی و الهام چوبدار به دلیل دفاع از حقوق دیگر باشان حکم اعدام میگیرن. این اوج شقاوته که یک حاکمیت میتونه داشته باشه. چرا؟ از اون طرف خودشون وقتی که به خودشون میرسه انواع اقسام جنایت ها میکنن، تجاوز ها میکنن، لواط میکنن و و و و امثال سعیدی ها و فلان نرفا به ما میدونیم که به کجا کشیده میشه. هیچ فسادهای عظیم اقتصادی که اینا میکنن، سرپوشی که میزنن روش، مسئله فولاد مبارکه و بانک مرکزی، ارقامی که هست وحشتناکه، برای اینکه بتونن این دزدی هاشون و چپاورشون رو سرپوش بذارن تو جامعه، کسی نتونه اعتراض بکنه، دست به اعدام میزنن، دست به بسیار احکام اینچنینی میزنن. عرض کردم از همه طرف اینا شروع کردن. کارگران، همین دیروز کارگران نفت و کارگران سراسر ایران با هر حرکت اعتراضی مرتب دستگیر و زندان و زندان و زندان هستن. سینماگران جعفر پناهی، محمد رسولوف زندان هستن. سارا سیاپور، معلمان زندانی در زندان‌های مشهد، شیراز، اوین، اینا شما توجه بفرمایید. از اون طرف نویسندگان مثل آرش گنجی، کیوان مهتدی و دیگرون زندان هستن. دراویش گنابادی همینطور، نوکیشان دینی یا زندانن یا به عنوان مرتد اعدام میشن. دانشجویان به طور گسترده، امثال لیلا حسن زدفقی رو، اینو میخوام بگم که نگاه کنیم چه طیفی رژیم جمهوری، چرا این همه به سطح طیفای گوناگون. باهایی ها که به درستی اشاره شد دستگیر میکنن، اموالشون رو مصادره میکنن، به عنوان جاسوس اینا رو میکشن، یا میان یه سناریوی درست میکنن به قول خود کارگران سناریوی رخنما، یه داستان اطلاعاتی جور میکنن. رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، محمد حبیبی، رسول بداغی، جعفر ابراهیم و اینا میان چکار میکنن؟ به اتهام نشست یا به قول شام خوردن، به قول معروف با یک دو نفر از سندیکالیست های اف او فرانسه، اینا رو به زندان در محکوم میکنن. تمام هدفشون اینه که همینطور که عرض کردم از تمام از همه طرف بزنن. علیرضا ثقفی وقت اینا به اصطلاح محدودیتی هم نداره که، علیرضا ثقفی به زندان محکوم میشه، مصادره اموال محکوم میشه و از اون طرف هم میندازنش توی زندان عادی با شرایط بسیار خطرناک، با وجود سن و سال و مریضی در واقع محکوم مرگ تدریجی برش فراهم میکنن، محکوم به مرگ تدریجیه. جرمش چیه؟ اومده 14 سال پیش اومده رفته اجلاس سازمان جهانی کار از حقوق کارگر دفاع کرده، اومده رفته خاوران، یاد کرده از دوستان و یاران تیرباران شدهش، اونجا که در میان دستگیر میشه، 6 ماه الان تو زندانه، میاد یک سال بعد زندان کشویی باشه، نمیدونم بعدش بیارنش اوین و بعدش هم خدا میدونه چیکار خواهند کرد. یعنی میخوام بگیم که اینها از همه جانبه، همه طرف دارن میزنن. علتش هم مشخصه، در چنبره بحرانهای مختلفی در درون جامعه گیر کردن. از طرف زنان یورش عظیمی از طرف جامعه زنان هست به اینا. وقتی میبینن که مسئله حجاب مطرح میشه، مسئله نه به حجاب مطرح میشه،
مسئله که به قول ما کشف حجاب مطرح میشه، میگن شروع میکنن 300 نفر حداقل از اول تیر ماه تا کنون زنان رو دستگیر کردن به عناوین مختلف. اینا نگاه میکنن در محاصره دانشجو هستن، زنان هستن، کارگران هستن، به اصطلاح ادیان هستن، نمیدونم همه طرف، روشنفکران، سینماگران، کارگران که به طور ویژه از همه طرف توی همچون وضعیتی رژیم شمشیر چوبین خودش رو کشیده، فکر میکنه که با زدن به اطراف خودش میتونه به عمرش دوام پیدا بکنه، میتونه دوام بده به اصطلاح به خودش، بقا برای خودش بخره. غافل از این که وضعیتی که جمهوری اسلامی داره از این چیزا گذشته، خودشون وقتی که خود حکومت داره میگه 75% مردم در حال اعتراضن، وقتی خود فرمانده سپاه میاد میگه که مشکلات ما 10% مربوط به برجامه، یعنی چی؟ یعنی 90% مشکلات اقتصادیه، 90% از همین فساد و همین به اصطلاح وضعیت اقتصادی که تو جامعه هست ایجاد شده. یعنی اگر خودشون اقرار دارن که حتی برجام اگر به نتیجه برسه اینطوریست که مثال اینا حل بشه، بحران ساختاری جامعه حل بشه، پایه های اقتصادی جامعه فلج کردن، نابود کردن. اینا خودشون خیلی خوب میدونن چیکار کردن. از این طرف هر حرکت که میتونن در رابطه با مثلا جلوگیری از آگاهی مردم، جلوگیری از حرکت اخبار، حرکت اطلاعات تو جامعه میکنن. بی خود نیست که طرح به اصطلاح سیانت فضای مجازی رو مطرح میکنن. و جالب اینجاست که حتی خودشونن، از خودشون هم از اونجایی که درگیر هستن سر این مسئله، فرصت اینا نمیدن که حتی مجلسشون این مسئله بررسی کنه. چرا؟ چون ممکنه یه دی موافقت کنه، یه دی مخالفت بکنه. میان از طریق شورای عالی فضای مجازی این مسئله رو تصویب میکنن، قانون میذارن، میخوان اجرا کنن. غافل از این که، حالا شاید هم غافل نباشن، ولی اینو همه میدونن که کسب و کار و زندگی بسیاری از مردم نه صرفا به خاطر سلام علیکم نه احوال پرسی، کسب و کار و زندگی مردم الان به انترنت وصل است. بستن انترنت، کوتاه کردن پهنای باند، بستن اینستاگرام و فلان، ارتباطات مردم در داخل و جهان قطع کردن، یعنی انبوهی یا لشکر بیکاران ایجاد خواهد کرد. کارشون نمیتونن پیش ببرن. بی خود نیست وقتی که حمله سایبری در یک کشور شروع میشه، نه تنها سیستم اداری و مملکتی اون جامعه فلج میشه، سیستم اقتصادیش فلج میشه، جنگ تمام عیار علیه کشور صورت میگیره. همین کاری که الان جمهوری اسلامی در رابطه با آلمانی انجام داده، اینطوری که میگن، اینطوری که اعلام میکنن. اینکه اصل قضیه چی هست، خب هنوز ما اطلاعاتمون خیلی ضعیفه، خیلی روشن نیست. قبل از اینکه بپردازیم، شما از موقعیت بسیاری از زندانیان سیاسی و فلان اینا گفتید، از زندانیانی که از شما از الهام چوبدار و در واقع خانم صدیقی گفتید که اینا به علت همین همجنسگرایی یا در واقع دفاع از حقوق دگرباشان محکوم به اعدام شدن. از اعدام‌های گسترده‌ای گفتید که مدام در حال افزایش و تشدید در واقع سیاست‌های سرکوبی، سرکوب و در واقع کشتن زندانیان سیاسی، زندانیان در زندان به واسطه همین، به قول شما علیرضا ثقفی کاملا یک نمونه است، یا اگر بکتاش آبتین رو بسیارانی گفتن، یا خود نرگس محمدی، یا خانم مریم اکبری منفرد، یا زینب جلالیان. بله، جلالیان که سالهاست در واقع در زندانه و اصلا در واقع خبری ازش نیست، یا حتی مادرش 15 ساله نتونسته باش ملاقات کنه.
شما از این مجموعه گفتید، یه مجموعه از موقعیت زندانیان سیاسی و خودت به عنوان کسی که هم در زمان شاه زندان بودی و هم در جمهوری اسلامی همسرت زندان بود، اون نگرانی های مربوط به خانواده ها رو در واقع میفهمی. خانواده ها چه واقعا دردی میکشن وقتی طرف خانواده پیرن سیاهشو نشون میدیم و 15 سال من این پیرن تنمه به خاطر مرگ اعدام شوهرم و ما فقیریم، فقر و بدبختی اینجوری چیز کرده، یا به قول یه نفر یه چیزی زده بودن نمیشه بودن، رئیس زندان‌های کشور گفته که نگهداری زندانیان 10 میلیون تومان در سال در ماه برامون خرج داره. گفته خب به جای 10 میلیون تومان 5 میلیون رو بذارین برای تامین اجتماعی بیکاران و اینا، هرگز دیگه دست به هیچ تبهکاری کوچک و بزرگی نمیزنن، مردم میرن توی زندگی. و در واقع این مجموعه‌ای که شما در حال دیدن هستید ببینید که این مجموعه ادامه داره، از خانم لیلا حسینزاده گفتید، از کسرا نوری، از بهنام موسیوند، از رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر پناهی، رسولوف و بسیار آرش گنجی که الان مثلا به زندان انفرادی منتقل شده، یا کیوان محتاطی که اصلا مشکل وحشتناک داره، اسماعیل عبدی که براش بعد از اون همه سال که زندان بود زندان 10 ساله باز بریده بودن براش. این مجموعه یک باره در واقع جلوی چشمان ماست، بسیارشون از بهترین معلمان و پیشوان جامعه ایمان، رسول بداغی دبیر کانون صنفی معلمانه، رضا شهابی دبیر در واقع سندیکای شرکت واحده، و کارگران نفتی که در واقع توی تظاهرات اعتراضی نفت دستگیر شدن. این مجموعه در کنار این به قول شما سناریوی سیاهی که امنیتی که علیه معلمان و فرهنگیان زدن که خوشبختانه به خاطر مقاومت جانانه نه زندانیان و همبستگی های بزرگی که در بیرون شکل گرفت شکست خورد، ولی برای این شما میبینید در این شرایطی که اینجوری هست، این فشارها هست، به لحاظ اقتصادی به شدت مردم در تنگنان، حتی مواد غذایی بسیاری از گوشت و ماهی و میوه‌جات از تمام سفره‌ها حذف شده. الان که سال تحصیلی آغاز میشه مردم پولی ندارن برای اینکه بتونن دفتر و کاغذ و مداد و مداد تراش و پاکون و اینا بگیرن، تا کامپیوترهایی که در واقع مجبورن بچه ها باید استفاده کنن برای تحصیلشون، این رو نمیتونن، به هزینه های وحشتناک داره و دولت هم هیچ گونه جز بالا بردن افزایش قیمت ها کار دیگری نکرده، حتی یارانه بنزین و مواد سوختی رو میزنه و تا حد زیادی همه رو محروم میکنه. اینجا به جای این یک دفعه ما با غارت‌های بزرگ رو بروییم، غارت مثلا همین غارتی که جدیداً اعلام شده، میگه نزدیک به 60 تن طلای بهار آزادی، سکه بهار آزادی و 3.5 میلیارد دلار پول غیب شده در کنار اون فولاد مبارکه و دیگران. این پروسه یک دفعه همه اینا منعکس میشه، مردم میخوان امکان اکثر اول دارن، به قول شما 75% جامعه پتانسیل به خیابان آمدن دارن. برای این شما این در واقع طرح کنترل اینترنت رو گذاشتن و امنیتی ترین اعضای بیت رهبری، یعنی از سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نمایندگان خامنه ای در اونجا هستن، تا نمایندگان یه نماینده از رئیس مجلس اسلامی و صدا و سیما که همشون میشه گفت تا حد زیادی برگماردی رهبرن. چرا واقعا رژیم اینجوری به این سناریو، به این قوانینی داره دست پیدا میزنه که جز سنگ روی شدن چیز دیگه‌ای نداره، میخواد محدود کنه، امکانش نداره، یعنی میتونه محدود کنه تا حدی، ولی باز جامعه منفجر میشه. چرا این کارو میکنه؟ رژیم بارها میبینید بارها دست به چنین کارهایی زده و عملا شکست کرده. از زمانی که به ویدیوها حمله میکرد، نمیدونم به
آنتن ها حمله می کرد، بشقاب ها حمله می کرد، تا امروز که به انترنت هر روز به یه بهانه انترنت قطع می کنه، نمیدونم از این جور کارا، ولی همواره شکست خورده. در مقابل موج جدید، در وضعیتی که ارتباطات جهانی هست، هر چقدر کنترل بکنه، هر چقدر بگیره، باز از یه جای دیگه سر در میشکنه و عملا شکسته. رژیم کدومی که از اون طرحاش در رابطه با مسئله کنترل انترنت و کنترل مثلا ماهواره و اینا تونسته پیش ببره؟ الان هم همونه. این طرح سیانت هم که الان میخواد پیش بره، از همین الان در درون خودش هم دچار مسئله است. چرا؟ چون بسیاری از کسانی که نزدیکان حکومت هستن، شرکت های عظیم تجاری و بین المللی و فلانی حرفا، خود اینا دارن، خود اینا تو ارتباطاتشون، ارتباطات مالیشون با کشورهای دیگه دچار مشکل میشن. یعنی دعوا تو درون خودشون هست، گذشته از درون، و صرف مگه آگاهی به این راحتی میشه جلوش گرفت تو جامعه؟ الان یه دوره سالهای 60 نیست که همه مردم منتظر باشن که یه روزنامه چیزی در بیاد، آیا خبری درش هست یا خبری درش نیست. یا دورانی که به اصطلاح محرم علی خان ها در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه میمدن روزنامه ها را سانسور میکردن که اطلاعات به دست مردم برسه. الان اطلاعات و ماهواره هاست در سراسر جهان. این کانال نشد اون کانال. اینا هر چقدر بخوان انترنتو در واقع بیان از طریق چین، روسیه، فلان، خودشون هر کاری بکنن و بخوان در دست بگیرن سر نخا، از راه های دیگه وارد بازار میشه. و دیدیم که شده. یکی از کاری که رژیم حالا یک دوره سال 88 موفق شد که در اثر به اصطلاح بستن انترنت بتونه به اصطلاح سرکوب ادامه بده، یا سال 56 دست به همچین کارهایی زد، ولی همیشه که نمیتونه. این ترفندات یه شکست خورده است با تکنولوژی جدید. الان رژیم همونطور که عرض کردم دقیقا شمشیر چوبی داره این طرف اون طرف میزنه، به پره های آسیاب میزنه. قطعا تو این زمینه خصوصا معاملاتی که میخوان دور بزنن تحریم ها رو، میخوان به اصطلاح از کریپتو کارنسی استفاده کنن، از هوش مصنوعی استفاده کنن، از این مسائل استفاده بکنن، یک دفعه خودی ارتباطات شخصی به قول شما رسانه ها، معاملات تجاری بسیاری از این شرکت ها همه از طریق خود این در واقع چیزای اینترنتی در واقع هست. محدود کردن او یا به اصطلاح مدیریت این قضیه اصلا یه چیز بسیار ناممکنه، مگه اینکه یه سیستمی مثل سیستم چینی ایجاد کنن که اصلا اینم امکانش برای ایران نه زیرساختاشو داره و نه امکانات و حجم در واقع امکان تکنیکی اینو داره که بتونه یک اینترنت اسلامی به قول معروف حکومتی ایجاد کنه که کسی دیگه‌ای مثلا این دیوارها، یعنی بیشتر به قول شما همین شمشیر چوبی در مقابل جهانی که با سرعت بسیار زیادی داره پیش میده. یعنی شما فکر می‌کنید این تنظیمگران به اصطلاح بخش حکمرانی، تنظیمگران اینترنتی اینا امکان اینه ندارن که بتونن پیش برن؟ شکست این تر روشنه؟ قطعا به نظر من. میدونید چرا؟ چون اولین هدف اینا اینه که جلوی گسترش اطلاعات بگیره. خب همین تلویزیون های سراسری که از طریق ماهواره پخش میشه، مگه اینا میتونن جلوش بگیرن؟ انترنت هم همینطور. اگه از این به اصطلاح کانال نشد، از این شرکت انترنتی نشد، ده ها صد ها شرکت در سطح جهانی هست. اگر امروز مثلا فرض کنید یه سیستم ارزانی در جامعه ارائه بدن و اونو بتونن کنترل کنن، با کمی گرانتر میتونن در سطح بین المللی از این شرکت های بزرگ انترنتی استفاده بکنن و بهره ببرن، میتونن فیلترها رو بشکنن و برن جلو کار خودشون بکنن. هنر مردم ما همیشه فیلتر شکنی بوده دیگه. فیلتر رو شکستن،
رژیم مونده تو فیلتر شکنی. هر چقدر البته بعضی که این دزدی و فساد و در واقع فاسد بودن تک تک حکومتی ها میشناسن، میگن اینم یکی از برنامه هایی که امروز اینو میذارن فردا خودشون زدشو وارد میکنن که بخوان به عنوان فیلتر شکن پیش کنن. از اون طرف هم بخوان دو کار سه کار پول از مردم بگیرن. یعنی در واقع خالی کردن جیب مردم از طریق به اصطلاح همین طرحهای اینچنینی است. بعضی های دست اینو در واقع اینو عرض کردم که رژیم هدفش از با این سرکوب ها از یک طرف و این محدود ایجاد کردن محدودیت ها همینطور که عرض کردم میخواد ارتباط نیروهای سیاسی، نیروهای اجتماعی، نیروهای مردمی در درون جامعه را قطع کنه. میخواد ارتباط بینش به اصطلاح قسمت‌های مختلف جنبش کارگری در سراسر ایران ارتباطاتش میخواد از این طریق قطع بکنه. ارتباط بین کارگران و معلمان، بین دانشجویان و کارگران، بین زنان و نویسندگان و روشنفکران و کارگران و زحمتکشان، میخواد این ارتباط رو قطع بکنه. این زنجیر رو عرض کردم میخواد چیکار کنه؟ بشکنه. در مقابل برای شکستن رژیم برعکس ما باید این پیوند رو ایجاد بکنیم. دقیقا نقطه مقابل این حرکت رژیم، تنها نقطه مقابل، تنها چیزی که میتونه این کار رو بکنه این که ما بیایم این حرکت رو ایجاد بکنیم، نقطه مقابل بشکنیم این دیوار رژیم رو، دیوار سانسور رژیم رو از این طریق. یه سوال فرعی در واقع تا حد زیادی، چون ما بیقانونی و در واقع فرا رفتن از قانون رو توی حکومت اسلامی بسیار زیاد دیدیم، اینجا خود این قضیه نوع در واقع تصویب این قانون، نوع اجراش، کسانی که در واقع میخوان عضو هیئت رهبری و سازمان دهنده الزامات مربوط به اجرای این قانون باشن، کاملا فراتر از مجلس و تمام در واقع مجامع قانونگذاری و کمیسیون های این شکل گرفته و اینا. چرا واقعا در با این سرعت، با این به اصطلاح فقط به واسطه نگرانی خامنه ای در واقع این کمیسیون شکل گرفته؟ چرا خامنه ای میخواد خودش و بیتش این ارگان رو رهبری کنه؟ چرا که ما میبینیم که 100% کل بخش خصوصی با این قضیه حتی به لحاظ اقتصادی با این قانون مخالفه، تمام جوانان و زنان و گروه های اجتماعی اتنیکی با این قوانین و این مقررات مخالفن، تمام فرهیختگان و دانشجویان و استادان و کسانی که به چیزهای علمی جهانی میخوان دسترسی داشته باشن با این قضیه مخالفن، نه اقتصاد نه جامعه، هیچ کدامش در واقع در راستای این قضیه نیست. همه جهان رفته به این که با هم انتگره میشه، با هم داخل میشن، با هم رابطه میخوان بگیرن و انتقال اخبار و اطلاعات به شکل آزاد و گسترده در اختیار همه دانش آموزاست. میبینیم در مثلا انگلستان یا فرانسه یا حتی کشورهای عربی، حتی نه آرژانتین و آمریکای جنوبی، بلکه همین کشورهای عربی، قطر و امارات و اینها راه رو باز کردن که بتونن راحت‌تر با تمام چیزهای جهان ارتباط بگیرن، که بتونن از تمام فراورده‌ها شکل بگیرن که حتی بخش خصوصی و بخش‌های اقتصادی هم بتونه پیش بره. چرا حکومت در این شرایط که اینقدر دستش بسته است، امکان ارتباط نداره، رفته رو این؟ چرا فقط آیا عنصر امنیت هست؟ دقیقا اینها همه چیز رو از زاویه به اصطلاح امنیتی نگاه میکنن، جامعه را به نگاه امنیتی دارن، به هر حرکتی، به هر مسئله از نگاه امنیتی به اصطلاح دنبال میکنن. در این رابطه است که فکر میکنن همه علیهشون توطئه میکنن. دور و بر خودشون وقتی میبینن کارایی ندارن، اعتراض سراسر جامعه رو فرا گرفته، به قول دانشجویان پیشرو جامعه ملتهبه. اینا وقتی جامعه ملتهب میبینن همیشه فکر میکنن یک کسانی دارن علیهشون توطئه میکنن. چه دنیا، چه
داخل کشور چه خارج کشور. همون توطئه نمیدونم فرهنگی، توطئه فلان که سالهای سال مطرح میکردن الان به شکل گسترده تری دارن میبینن. وقتی یک زن، یک دختر در درون جامعه روسری شجاعانه از سر برمیداره، مرگ خودش رو میبینن. اینا فکر میکنن این که حجاب نمیخواد، میگن خب این حتما تحت تأثیر به اصطلاح فضای مجازیه که روسریش برداشته، بنابراین برای اینکه این روسریش برنداره فضای مجازی رو باید ببندیم. همینطور کارگران، زحمتکشان، دانشجویان و و و و مسئله اینجاست که برای شکستن این وضعیت، همون چیزی که من به نظرم دانشجویان پیش رو گفتن خیلی قشنگ گفتن، گفتن سال تحصیلی جدید در جامعه ملتهب را به اعتراض تبدیل کنیم. یعنی باید از طریق اعتراض گسترده، از طریق به اصطلاح حرکت‌های جمعی گسترده این بساط رو در هم پیچید. وگرنه اینا مرتب در تدارک چین به اصطلاح ترفندهایی هستن. چرا؟ همطور که عرض کردم دید امنیتی غیر از این چیزی نمیذاره. وقتی که میان مسئله شما نگاه کنید خودشون، یعنی مثلا قشنگ مشخصه خامنه‌ای دیگه تا کی میخواد تمام بیاره. وقتی که میبینن که ممکنه خب فردا پس فردا، خودشون بیشتر اطلاع دارن، حتما خوب کار دارن، که ممکنه خامنه‌ای بیفته بمیره، در این وضعیته که میگن خب ما کنترل داشته باشیم، کنترل کنیم، فلان کنیم که بتونیم جانشین بعدیش رو انتخاب کنیم. جانشین بعدی خب طبعا مجلس خبرگان به اصطلاح انتخاب رهبری نیست که انتخاب میکنه، ممکنه بخواه مهر بکوبه روش. همین نهادهای نظامی، امنیتی و بیت رهبری هست که میخواد انتخاب بکنه. اینا بنابراین در چارچوبه خودشون مثال میگم، یه خارج از این باید کنترل بشه. برای کنترل بشه باید سرکوب کرد. چه به اصطلاح از طریق فضای مجازی، سرکوب مجازی، چه از طریق به اصطلاح واقعی که بگیر و ببند و بکش. و الان اینا دارن این کارو میکنن. و حالا شایعات هست که پسر خامنه‌ای رو میخوان بیارن به جای خامنه‌ای. اینا خب برای مردم ایران که حرکتشون به سوی بنیان این حکومت، کندن بنیان این حکومته، فکر نمیکنن خیلی مهم باشه. به هر حال مسئله مردم اومدن نه مشتبه حل میکنه، نه برادر مشتبه، نه اجداد مشتبه. وضعیت مردم رفتن این حاکمیت هست. در درجه اول، این گام اوله، ابتدای ترین گام هست در واقع. و اینا از این خیز میترسن. میدونن که جامعه خیز برداشته. و عرض کردم، از یک طرف شما نگاه کنید دانشجویان اعلام میکنن که جامعه ملتهبه. از این طرف خود حاکمیت، بخش از حاکمیت، آموزشگاه عالی دفاع داره میگه که 75% آماده اعتراض هستن، در آستان اعتراض هستن. من و تو که میگیم بیشتر، مردم تو خیابون هستن. حالا معلمان داریم میبینیم حرکت شجاعانه معلمان در سال گذشته، حرکت گسترده کارگران که نسبت به سالهای قبل چقدر بیشتر و چقدر بسیار چند درصد بالاتره که داریم میبینیم. همه ما زنان شجاعتی که تو این سال گذشته نشون دادن بی‌نظیره واقعا. دیگه الان نه مردم از اعدام میترسن، نه مردم از زندان میترسن، نه از کتک و این ور اون ور. جامعه شکسته، جب جامعه شکسته. اینا میخوان با تمام تلاششون برگردونن به وضعیتی که سال 60 و 67 بود. در سالگرد قتل عام زندانیانی سایز در سال 67 هستیم که در سراسر جهان و در داخل ایران خانواده ها، مادران و و مراسمی بزرگ داشت، یادمان این عزیزانی که از آغاز حکومت جمهوری اسلامی تا به امروز تیرباران شدند و اوج اون کشتار دهه 60 و
اون 44 ساله همون سال 67 هست، همه جا دارن یادمان رو میگیرن و نشون میده که جامعه فراموش نمیکنه. به مردم داد میخوان این بیدادو. دادخواهی الان سراسر جامعه گرفته. این مسئله به نظرم باید عمیق‌تر پیش بره، جامعه عمیق‌تر چیز بشه در این رابطه. ضرورت همبستگی بین تمام مزد حقوق بگیران، کارگران، زحمتکشان جامعه ضروریه برای شکستن اون زنجیرهایی که رژیم میخواد دور جامعه تفت کنه. با این حرکاتش باید همبستگی نیروهای به اصطلاح مبارز جامعه، نیروهایی که معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان، روشنفکران فلان، گسترش بدیم. تنها راه همبستگی مردمی است. دقیقا شما به نکته بسیار بسیار مهمی اشاره کردید. گرچه باید تحولات مربوط به در واقع حاکمیت و تغییرات و جدایی‌ها و جانشین ها و طرحاشون برای جانشین رو دنبال کرد و حساس بود، اما طبیعی مردم سرنگونی این حکومت رو میخوان و تنها راه برای رهایی از جهنم اسلامی عبور از این نظام جهل و جنایته که قطعا ما همچنان بر این سیر خواهیم کنید. درود بر تو ابراهیم آوخ عزیز و شما بینندگان گفتگوی سیاسی هفته که به این گفتگو هم توجه کنید. ممنون از شما.